زهرا کجایی؟ برزخ. حس خوبی ندارم، خیلی وقت نتونستم تو چشاش نگاه کنم، نمیدونم یه چیزی تو چشاشه که میترسم. شایدم من خیلی بدبین شدم، بس خودم نیست، نمیدونم. اگه بهم اعتماد کنی به نتیجه میرسیم. بهت اطمینان دارم که اومدم پیشت. حرفای کلی به دردم نمیخوره، همه چی رو با جزئیات برام تعریف کن. تا اینجایی که گفتی مشکل اغلب زن و شوهر است، فرقی هم نمیکنه که دکتر باشن یا خونه دار. دنبال کسی میگردم که بهم بگه اشتباه نکردم. درباره چی؟ ازدواج؟ نه، همیشه تو زندگیم سر دوراهی بودم. فکر میکنم یه جایی راهو اشتباه رفتم. همه ی آدم سر دوراهی، اگه اشتباه برم میتونن برگردن و اصلاحش کنن. این بازی قراره تا کی ادامه پیدا کنه؟ لااقل بیا بشینیم حرف بزنیم. صد بار گفتم بازم میگم قضیه اونجوری که تو فکر میکنی نبود. یه ماه غیر سلام و خداحافظی هیچی ازت نشنیدم. صد کردم چون دوستت دارم، بازم صبر میکنم. همه چی اولین بارش خیلی خوبه. مثلا چی؟ خیلی چیزا. اولین دیدار، اولین شام، اولین هدیه، اولین سفر. حاجی باورت میشه تو این 4 سال زندگی مشترک اولین سفر ما؟ راست میگه، پاسوز من شده. آدمی که حذر کنه از بلا، نه عاشق نه مبتلا. ما هم تو این 4 سال شیدایی عاشق موندیم و جور کشیدیم آجی، نه خم به ابرو بردیم نه منت سر کسی گذاشتیم. میبینی آجی زبون داره 44 گز، ولی همین زبین 44 گزی تو این چند سال فقط به یه کلمه چرخیده: چشم. چشم اینو راست. کجا؟ میخوام ببینمش. حق نداری پاتو بذاری تو اون اتاق. همینجوری ساکت بشینی؟ چی بگم؟ یه چیزی تعریف کنیم تو از چم و خم زندگی، تلخیاش، شیرینیاش. زندگی که خواب طولانیه، وقتی میمیری تازه بیدار میشه.
چی شده؟ فکر کنم همه چیزو میدونه. ندونم تا الان فهمیده. ندیدی چی میگو؟ خب یعنی حالا چی کار کنیم؟ من که میگم بی خود میترسیم. بگیم همه چیو بهش. نه آجی، شما یه حرفی زدین بعد جون منو بردین تو فکر. همون که گفتین زندگی خواب طولانیه، آدم یاد قصه اصحاب کهف میفته. قصهشو که حتما میدونه. آدم بخوابه و بیدار شه ببینه سالها گذشته، ببینه دنیا عوض شده، ببینه آدمای دور و برش نیستن، علل خصوص اونایی که دوستشون داشته. مجید، صدامو میشنوی؟ اگه صدامو میشنوی پلک بزن، دوبار پلک بزن. صدامو میشنوی؟ بهتره؟ باید کارهای شرکت رو راستوریس کنم. من که چیزی نگفتم. نیازی نیست چیزی بگی، معلوم تو ذهنت چی میگذره. تو زیادی رو من حساس شدی. تو هم به این حساسیت من دامن میزنی. تا میبینی دارم نگات میکنم سریع دست باشه میشی. مثلا دارم ملاحظه میکنم. یه تماس ساده بود. اگه یه تماس ساده بود واسه چی دست بچه میشه؟ تو برو میخوای شروع کنی؟ شاید هم میخوام تمومش کنم. خیلی ممنون کنید. خداحافظ. بله. الان میام. سلام خانم دکتر. سلام. دیدین درست گفتم؟ خوشحال نشدین؟
عرض کردم که همه همینو میگن، یا مریض دارن یا عوضشون به کیلومتر شمار نبوده یا دارن میرن عروسی یا عزا دارن. جناب سروان اینی که تو ماشین منه خیلی فرق میکنه. با من بحث نکن. بحث کدومه؟ یکی از سردارای این مملکت دارم میرسونم تهران، باید عمل جراحی بشه. اگه باور نمیکنین هم مدارکش تو ماشینه هم معرفی نامه پزشکش. سردار مملکت با این قرازه داری میبریش؟ شما تشریف بیارین پای من براتون توضیح میدم. بهترین؟ خوبه. خیلی کم حرفین. چی بگم؟ وقتی که تونستین حرف بزنین پرسیدین امروز چندشنبه است. با یه رفیقی قرار داشتم روز چهارشنبه. حتما این رفیق خیلی براتون عزیزه. دلم میخواست منم کسی رو داشتم که اینقدر براش عزیز بودم. نداری؟ نمیدونم. فکر میکنم ندارم. توقع چیه ازش؟ درست نمیدونم. نمیدونی یا نمیخوای بگی؟ بعضی چیزا گفتنی نیست. هر چیزی یه توضیحی داره. توضیح یه چیزایی سخته. غیر ممکن نیست ولی برای من هست. شما یه پزشکی، فکر کنید یه مریضی میاد پیشتون، سختشه که تمام علائم و مشخصات بیماری رو برات توضیح بده. به چه اطمینانی میتونی براش دارو تجویز کنی؟ فرق میکنه. آره فرق میکنه، چون روح آدم ها خیلی پیچیده تر از جسمشونه. تو حرفه شما میتونید به رادیولوژی و آزمایش و سونوگرافی غیره متوسل بشین، اما ما این امکان رو نداریم. ما باید یه مسیری رو توی ذهن و قلب بیمارمون باز کنیم. پس کار سختی در پیش داریم. ما به صبوری عادت کردیم. من به نگفتن عادت کردم، به درد دل نکردن، به زخم رو زخم گذاشتن. توی حرفه شما هر دردی مرهمی داره، توی حرفه ما هم هر دردی محرمی. محرم من توی این سالا فقط خدا بوده و بس. نمیخوای چیزی بگی؟ مثلا چی؟ دلم واسه صدا تنگ شده. فکر میکنم هنوزم بهم دروغ میگی. من به دروغ نگفتم. هر کدوم از ما دنیا رو یه شکلی میبینه. پس من اشتباه کردم. من فکر میکردم هر جفتمون دنیا رو یه جور میبینیم، واسه همین مات سرباش کردم. پشیمونی؟ توقع ندارم همین الان جواب بدیم. من حتی بهش فکرم نکردم. اینم بخشی از زندگیه. نه واسه کسی که یه مسئله خیلی بزرگتر تو زندگیش داره. مسئله بزرگ زندگیه. زندگی من پدرمه. میدونم. یه همراه میتونه مشکلاتتون رو کم کنه. شاید هم برعکس. بدبین نباش. بدبین نیستم آقای دکتر، واقع بینم. شرایط من خیلی خاصه. شرایط تو واسهش میگی؟ هرچند همچین بیخبرم نیست. یا قبول میکنه یا قبول نمیکنه. زندگی قرارداد نیست که آقای دکتر، زندگی تعهده. اونم نه تعهدی که ضمانتش دفترخونه و ثبت و امضا باشه، ضمانتش اخلاقه. سلام. سلام. ببخشید معطل شدم. اشکالی نداره، عوضش فردا تا ظهر خونه.
دیدم دیر کردی واسه شام درست کردم. ممنونم. کاری نداری؟ به سلامت. مریم، از زندگیت راضی؟ چطور؟ منظورم شوهرته. خبریه؟ نه، همین جوری. اینجا رو ببین، خیلی حس خوبیه وقتی یکی منتظرت. برام یه خواستگار پیدا شده بابا. دکتر نادری خیلی ازش تعریف میکرد، میگفت پسر خوبیه، خانواده داره، سر به راه، مؤدبه، تحصیل کرده است، دستش به دهنش میرسه. اومدم ازت اجازه بگیرم بابا. اسم من زهراست. اومدم مواظبتون باشم. نمیشنوین چی میگم؟ اسم شما یوسفه. یوسف بهادری. یادتون نمیاد؟ اگه صدامو میشنوین پلک بزنین. صدامو میشنوی؟ چیزی میبینی؟ اسمت یوسف بهادریه. میدونی واسه چه اتفاقی افتاده؟ آینه رو اینو میشناسی؟ Thank you.
الان براتون خوب نیست. بذار بخون قشنگ میخون. مجید بزن کنار. واسه چی؟ میگم نگردار. خداحافظ. چی شده؟ چی؟ کی بود؟ دکتر. چی گفت؟ ناچاریم همه احتمالات رو در نظر بگیریم. احتمالات؟ بله، چند تا احتمال وجود داره. اول اینکه ممکنه حتی خودشم به خاطر نیاره. دومیش شاید بخشی از گذشتش رو به یاد بیاره. احتمال سومی هم وجود داره؟ خب خیلی نادره. چی؟ ممکنه سیستم عصبیش هوشیار بوده و همه این اتفاقات دور و برش رو به خاطر سپرده باشه. واقعا همچین احتمالی هست؟ بله، همین چند وقت پیش تو نروژ مورد مشابه پیش اومده بود که یه آدم بعد از 23 سال که تو کما بوده به هوش میاد و از کما خارج میشه. تقریبا قوه ادراکش فعال بوده و میدونسته که در این مدت چی گذشته. کدوم احتمال خوشایندتره؟ تو مورد آخر احتمال آسیب دیدن سیستم عصبی خیلی کمتره. کی میتونین قطعی نظر بدین؟ زمان نیاز داریم. دکتر من اصلا گیج شدم. این حرفایی که شما میزنین چه ربطی به این داره که من نتونم ببینمش؟ راستش نگران شوک عصبیم. شوک عصبی خب میتونه وادارش کنه که یه چیزایی رو به خاطر بیاره. خب بله، ولی نه در مورد پدر شما. اون چیزی که باعث شده که پدر شما از کما در بیاد حرکت ترکش در مغزش هست و ممکنه این حرکت یه بار دیگه اتفاق بیفته و خدای نکرده باعث مرگش بشه. برصورت من نگران شوک عصبیم. اون که منو نمیشناسه. مطمئنی؟ بذار یه چند روز دیگه بگذره، تحمل کن. از این احتمالات کدومش قطعی تره؟ با توجه به آزمایشات و معایناتی که انجام دادیم احتمال اول قوی تره. یعنی فراموشی مطلق؟ بله. سیستم عصبیش؟ نه، فراموشی مطلق الزاماً به خاطر آسیب دیدگی سیستم عصبی نیست. ممکنه اختلال سیستم عصبی باشه. حرفی؟ چیزی؟ نه، هنوز خیلی زوده. حاجی 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 ترسیدم. چه فکر کردی مردم؟ خدا نکنه. چی شد؟ چیزی نشده. شما به کارهای اقتصادیتون برسید. آقای اسفندیاری بود. من نپرسیدم کی بود.
دارم میگم که نگران نباشی. الو سلام، خوبی مریم خانم؟ چی؟ کی؟ به زهرا گفتین؟ نه بهتر، چیزی نگی، خودم بهش میگم. نه نه نگی، اگرم زنگ زد جواب ندی. مرسی. الو سلام خانم، ریاهی هم آقای مهندس تشریف دارن؟ بوداغی نه اسفندیاری. نه خاموش بود، لطف کنید بهش بگین که اگر اومد کار خیلی فوری باش دارم با من تماس بگیر. ممنون. بله رسید، دارم خالیش میکنم. پدر خانمم برگشته، الان پرستارش زنگ زد گفتش که دارم میبرنش بیمارستان. مهندس تکلیفمون چی میشه؟ ببین گوش کنم چی میگم. بابا برگشته. چی؟ بابا برگشته، از کما اومده بیرون. مریم زنگ زد گفت. بریم. دیوونه، من که مرض ندارم به دروغ بگم، اگه چیزی شده بود که نمیگفتم برگشته. پس چرا من نمیداره؟ من بهش گفتم تلفنات جواب نده، خواستم خودم بهت بگم. بیا با این بگیرش. جوری عشق میریخت. تلفن زدم دکترش رو برگشتم پیشش، صداش زدم ولی جوابمو نداد، چشاش بسته بود. تا وقتی آمبولانس اومد و آوردیمش اینجا داشت گریه میکرد. کی رسیدین اینجا؟ یه ساعت و نیمی میشه. نمیدونم، فکر میکردم خیلی وقت منتظر این لحظه ای. میترسم سراغی ازم نگیره. دیوونه ای؟ 24 سال تو خواب بوده. من هم 24 سال منتظر بودم تا لباش به جنبه و به این بگه زهرا. زهرا خانم جانم، جونت سلامت. رانندگی بلدی بابا؟ بلدم. میشه شما رانندگی کنی؟ رانندگی من عیب و ایرادی داره آجی؟ همش داری پشت سرتو نگاه میکن. خب آدم باید هوای پشت سرشو داشته باشه. آره، ولی نه اونقدر که از جلو غافل بشی.
میخواستم ببینمت باهات حرف بزنم. در چه موردی؟ نگران نشو. من به کمکت احتیاج دارم. چه کمکی؟ یه پزشک احتیاج دارم که تمام وقتشو در اختیار بیمار قرار بده. بیمار؟ یوسف بهادری. چرا نمیگیم پدرم؟ واسه اینکه اگه میخوای کمک هم بکنی فقط باید یه پزشک باشی. به هیچ عنوان نباید عواطف و احساسات تو درگیر کار بکنی. نمیفهمم. با توجه به شرایطی که پیش اومده ترجیح میدم دستخوش هیچ هیجانی نشی. واسه همینه که بودنت به عنوان دخترش میتونه واسهش خطرناک باشه. از طرفی یکی رو میخوایم که تمام وقت در اختیار اون باشه. یکی که خودشو وقف اون کنه. این کمترین کاریه که میتونم براش انجام بدم. مطمئن باشم؟ بله. بهتر از شوهرت نیست. بدترم نیست. گمونم اشکال از این آینه است یا قیافه من. نمیدونم چرا هر کدومتون پشت فرمون میشینین به جایی که حواستون به جلو باشه جلو رو نگاه کنین از زل میزنین تو چشای من. جذبه حاجی، یه جذبه ای داری که آدم رو هوایی میکنه، ولی چشاتون اینو نمیگه. چشامون چی میگه؟ تو از وقتی که دیدم انگار میخوای یه چیزی بپرسی و نمیپرسی. من که این هم ازتون سوال پرسیدم. آره پرسیدی، ولی حرف دلتو نزدی. حرف دلتو بزن. حوصله حاشیه و مقدمه و تفسیر ندارم. این چیه مجید؟ این چیه؟ تو الان عصبانی هستی، هر موقع آروم شدی حرف میزنی. من میخوام الان حرف بزنم. سه روز دندون رو جیگر گذاشتم ببینم یک کلمه حرف میزنی یا نه. هر کاری کردم به خاطر تو کردم. به خاطر من؟ به خاطر من کاری که خودم نکردم رو کردی؟ تو اشتباه کردی، منم باید اشتباه کنم؟ چه اشتباهی؟ من چه اشتباهی کردم؟ تو عادت داری زندگی تو سخت بگیری. تفره نرو، جواب منو بده. خیلی خوب، آروم باش حرف میزنی. آرومم. نیستی. جوابمو بده. نمیخوای قبول کنی خیلی چیزا عوض شده. چی مثلا؟ همه چی. همه چیز یعنی چی؟ یعنی شرایط، زندگی، آدما، همه چی عوض شده. ببین توی یه جمله واضح و روشن به من بگو چی عوض شده و من چه اشتباهی کردم. از موقعیتت استفاده نکردی. موقعیت؟ کدوم موقعیت؟ سختته بگی نه؟ بیا اینجا مجید، بیا اینجا. خیلی خوب قبول، من اشتباه کردم. بیا اینجا، میخوام باهات حرف بزنم. خواهش میکنم بیا. اینه موقعیت من؟ تو به این میگی موقعیت؟ آره راست میگی، من از این آدم استفاده نکردم، یا به قول تو از این موقعیت استفاده نکردم. ترسیدم از روزی که چشاشو وا کنه و نتونم تو چشاش نگاه کنم. خیلی خوب. خیلی خوب نشد جواب من مجید. تو به من دروغ گفتی، از همون روز اول دروغ گفتی. من دروغ نگفتم. تو با من ازدواج کردی که وام چند صد میلیونی بگیری. ازدواج کردی که پلهای ترقی رو بری بالا. ازدواج کردی چون موقعیت داشتم. ولی راه اشتباه اومدی مجید. من نمیذارم حرمت این آدمو، حرمت کارشو، حرمت نفساش که هنوز توی این خونه است با دلار و درهم معامله کنی.
بزن. بسه بسه بسه. چه شده؟ چه میدونم؟ اصلا من نمیفهمم تو واسه چی این ماشینو برداشتی رو افتادی؟ جز به اسراره. منم که نباید بدونم. نه تا وقتش برسم. هیچی وقت کارات سر در نهی بردم. مجید جانم. مجید بابا نیست. درد داری؟ یکم. نمیدونستم دعوایی. خودم هم نمیدونست. شما بهتری؟ خوبم. سوالیه که یه زن از شوهرش میکنه. چه فرق میکنه؟ خیلی فرق میکنه. آدم به دکترش چه جواب میده، به زنش چه جواب دیگه؟ به زنش چه جوابی میده؟ به زنش میگه طوری نشده که، میگه خوبم، یکم درد دارم، ولی اگه بشینی روبروم و با هم حرف بزنی هرشی درد و غم و غصه از دلم دور میشه. اگه ناله ای هم میکنه دلش میخواد تو چشای زنش ببینه که نگرانشه، ببینی یکی هست که وقت خوشی و ناخوشی کنارشه، یکی هست که تشخیصش با نبض و نوار قلب و مغز و اینا نیست، یکی هست که با چش بسته هم میفهمه که درد داری و دردت کجاست. به دکترش چی میگه؟ به دکترش میگه خورده سرم گیج میره، یکم هم حالت تهوع دارم، چشام هم سیاهی میره، یه صدایی هم افتاده تو سرم که مغزم شده این بازار مسکرا. باید ببرمت بیمارستان. زهرا. علائم زهرا. دکتر نمیخوام. نمیخوام دکترم باشی. زنم باش. نمیخوام ضرب مغزیمو تشخیص بدی. به درد دلم برس. درد من اینجا نیست. درد من اینجاست. درد من اینجاست.
هنوز جوونی خام، زنا رو نشناختی. اولی ماشین مدل والا و سرویس بریلیان و جواهر رو که واسه شون ببری دیگه پاپیچت نمیشن که کار چیه و پول از کجا آوردی. زرق و برق زندگی چشوشون رو میبنده. زن من فرق میکنه. هیچ زنی با هیچ زن دیگه ای فرق نمیکنه. همه شون سر و تهیه کر باسه. درست حرف بزن آقای غیرتی. اینو میگم که هم خودت بفهمی هم به زنت بگی. دهیش هست خیلی وقت تموم شد. به زنت بگو کاری که میکنی غیر قانونی نیست، شرعیه، عرفه. قبول نمیکنه. اصلا واسه چی بهش گفتی؟ نگفتم. پرونده بامو دید. یه چند روزی کجدار و مریض تیکن ببینیم چی میشه. چی کجدار و مریض تیکن؟ زندگیم از هم میپاشه. زندگی لونه گنجش نیست که به این راحتی از هم بپاشه. چند وقتی تحمل کنی همه چی رو برا میشه. حکمت آفرینش گلا رو میدونی؟ بس که متوجه نیستی چی میگم. اینقدر زنزلیل نباش مهندس. زندگی که با یه اخم و تخم و قهر از هم نمیپاشه. از سر رادی دست گل بخر برو خونه ببین چه معجزه ای میشه. فایده ای نداره. تا سه روز دیگه 700 میلیون تومن میره تو حساب. از همین الان فکر یه سرویس 30-40 میلیونی باش که اگه دستی گل جواب نداد اون حتما جواب نداد. گشنتون نیست حاجی؟ نه صبونم که چیزی نخوردی. میلم به غذا نمیکشم. دلم میخواد هرچی زودتر برسیم. خیلی عجله دارین برای دیدنش. عاشق اگه بیقرار نباشه که عاشق نیست. چیه؟ بهم نمیاد که عاشق باشم؟ حتی حرفشم بهتون نمیاد. من هم مثل شما اینجا دل دارم. سلام خوبین؟ خب امروز از کجا شروع کنیم؟ از خانوادتون شروع میکنیم. خوبه؟ صدامو میشنوین؟ یک شنبه باز چی پرسیدین؟ واسه چی فرسیدی امروز چند شنبه است؟ امروز دوشنبه است، فردا سه شنبه است، روز بعدش چهارشنبه است، بعدش چهارشنبه.
چهارشنبه. چهارشنبه باید کاری انجام میدادی؟ یه آرام بخش بهش بزنین. دکتر ادامه نمیدی؟ نه بریم بیرون بذاریم استراحت کنیم. چرا چهارشنبه واسش مهمه؟ نمیدونم. مناسبتی چیزی؟ مثلا چه مناسبتی؟ تولد، ازدواج، نمیدونم. اگرم باشه من خبر ندارم. سلام. سلام. دنبال چی میگردی؟ دنبال یه چیزی که به چهارشنبه ربط داشته باشه. یعنی چی؟ بابا حرف زد. حرف زد؟ پرسید امروز چند شنبه است. خب به چهارشنبه واکنش نشون میده. تو اینا دنبال چی میگردی؟ چهارشنبه. تو چند شنبه به دنیا آمدی؟ دوشنبه. گفتم شاید روزی بوده که به دنیا آمدی یا قرار بوده به دنیا بیای. یعنی این اولین چیزیه که به خاطر آورده؟ نمیدونم. یه لحظه خودم رو گذاشتم جای اون، گفتم واسه یه پدر میتونه اولین اولویت زندگیش باشه. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ دارم فکر میکنم برای تو همیشه اولین اولویت زندگیت. برای من دومیشه. اولیش توی. اگه بگم پدر شدی چیکار میکنی؟ میگم پاشیم بریم سیسمونی بخریم. دارم جدی صحبت میکنم. نمیدونم. میرم جلو آینه خودم رو نگاه میکنم ببینم لیاقت پدر شدن دارم یا نه. خوبی آجی؟ اینقدر به من نگین آجی. پس چی بگیم؟ بهم بگیم کی میرسیم. یکی دو ساعت دیگه تعامل کنی رسیدیم. نمیشه یه خودت هونتار بری؟ از این بیشتر نه. میخوان یه آمپول بهتون بزنم؟ نه. حالتون خوب نیست؟ اینو باز کنی. نمیشه. نفسم بالا نمیاد دختر. بزن کنار مجید. بزن کنار. چی میگفت؟ هیچی. باز چی میخواست با تنها حرف بزنه؟ در مورد قرارشه؟ میخواد برسونمش مرقد. مرقد؟ آره مرقد امام. همه چیو میدونه.
سلام مهندس. نه خونه نیستم. صد بار گفتم، هزار بار دیگه هم میگم، خانمم رضایت نده دست به اون پول نمیزنم. من نمیفهمم یعنی چی مهندس. الو الو آقا منجی، میخوام منو ببری بیرون. کدوم بیرون؟ بیرون دیگه، بیرون از اینجا. شما باید استراحت کنید. چقدر استراحت؟ 24 سال خواب بس نیست. سکته میکنم آجی، کی بهت گفته 24 سال خواب بودی؟ کسی نگفته. منو ببر بیرون، یه کار واجب دارم، خیلی واجب. چی عوض شده حاجی؟ همه چی نه. آخرین باری که شهر رو دیدین چه شکلی بود؟ همین برو میداد که الان میده. بو چی حاجی؟ منظورم ساختمون هاست، ماشینا، خیابونا، آدما، لباساشون. اینایی که تو میگی شکل و شمایل، ریخت و قیافه هست. اونی که من میگم جوهره، ریشه هست. خیلی سال علی آجی، زبون خوش و روی گشاده رزق و روزی رو زیاد میکنی. تو هر دوشو داری. مخلصیم. گفتی یه کاری داری؟ آره، کجا باید برم؟ خیلی دیر وقته حاجی. آدمه بده کار، باید بده ایشو بده. بده چیه؟ زندگی برگشتم که بدهیمو بدم. 7 سال پیش یه سیلی زدم بهت، کاری ندارم حق بود یا ناحق. الان جلوت واسدم تلافی کنی که ازت دینی به گردن نداشته باشم. اونی که تو ماشین سر پوش نشسته دامادمه، نمیخوام بفهمه بدهیم چی بود و چطوری صاف شد. میتر
حاجی ببخشید این حرفو میزنم ها، ولی چند وقته که داری ما رو بازی میدی؟ بازی چیه؟ چند وقته که میدونین کی هستین و چی شده؟ هنوزم فکر میکنم خوابم. خواب نیستی آجی، بیداری. یه ساله که بیداری. به خدا اگه زهرا بدون همه چی رو میدونین بال در میاره. هیچکی نمیدونه تو این مدت چی بهش گذشته. بذار ببینم کجای زندگیم. میدونم زهرا دخترمه، میدونم زنم مرده، میدونم دنیا عوض شده، ولی نمیدونم تو این زندگی جایی واسه من هست یا نه. بذار وقتی حسابی بیدار شدم بدون همه چی رو میدونم، وقتی همه چی باورم شد ترسم ریخت. راه حلی به جز جراحی نیست. ترکش جای بدی و کمترین حرکتی میتونه منجر به مرگ بشه. واسه همینو بردیمش اینجا. میدونم خیلی سخته، ولی ترجیح میدم بی پرده و شفاف صحبت کنیم. شانس پدر شما واسه زنده موندن فقط 20%. خارج از کشور چی؟ میخواین امیدواری بهتون بدم؟ ما اینجا نه مشکل تجهیزاتی داریم و نه مشکل متخصص. چقدر وقت داریم تصمیم بگیریم؟ هر چه زودتر بهتر.
اذیت شدی؟ نه. مجید کجاست؟ رفته هوا بخوره. پسر خوبیه. وقتی فهمیدم 24 سال تو این دنیا نبودم ترسیدم. منم ترسیدم بابا. این آخرای شک مثل خوره افتاده تو جونم. میخوام باهاتون حرف بزنم. گوش میدم. خیلی وقت دنبال یکی میگردم که بهم بگه راهو اشتباه نرفتم. کدوم راه؟ من به تمام چیزایی که شما دوست داشتین وفادار بودم. چیزایی که مامان از شما گفته بود. میدونی بابا، اولا برام مثل یه بازی بود. هر کاری میخواستم بکنم مامان میگفت برو از بابا تشاسه بگیر. میومدم تو اتاق میدیدم شما رو تخت دراز کشیدین و چشاتون بسته است. بعد ازتون اجازه میگرفتم. ساکت بودین و مامان میگفت سکوت علامت رضاست. بعدها که بزرگتر شدم مامان میگفت یه وقت یه کاری نکنی بابات ناراحت شه. یه وقت یه کاری نکنی بابات ناراحت شه. بعد جوری رفتیم تو بره دریا آجی. دارم به شما فکر میکنم. به ما؟ تو و زهرا. به چیه ما فکر میکنه؟ تو چشاش یه غمی هست که اذیتم میکنه. دنیا رو خیلی به خودش سخت گرفته. تو چی؟ سخت گرفتی یا آسون؟ برای نسبت شما یه غلطی کردم که دنیا هم به کام خودم زهر شده هم به کام زهرا. یا آقایی به اسم اسفندیاری نشست زیر پام که شرکت واردات صادرات بزنیم زدیم. گفت بریم دنبال وام رفتیم. راستش این وسط از شما مایه گذاشته. به بهونه کارهای شرکت یه وکالت از زهرا گرفتم و رفتیم دنبال کارهای وام. فهمید و قیامتی به پا کرد که بیا و ببین. میگه ازدواجم باش مصلحتی بوده و به خاطر سوء استفاده از اسم و رسم شما. نبوده؟ نه به خداوندی خدا نه. وامو چی؟ گرفتی؟ تو حسابم. چرا گرفتی؟ اگه زهرا بدجوری افتادم تو مخمصه آجی. کلی چک و سفته دست اسفندیاری دارم که زنگ میزنه و پیغام پسخون میده که اگه پامو بکشم کنار همه رو میذاره اجرا. میخوای چیکار کنم؟ فقط میدونم که تحت هیچ شرایطی نمیخوام زهرا رو از دست بدم. دارم با اسفندیاری هم کلنجار میرم که از خر شیطون بیاد پایین. اگه نشد؟ پی همه چیو به تنم مالیدم. شما خواب نبودین. همه این سالا سایتون بالا سر ما بود.
چشاتون بسته بود، حرف نمی زدین، اما بودین. رضایتتون شده بود شرط. سر سفره عقد خیلی نگران بودم، داشتم تصمیم سختی می گرفتم. عاقد برای سومین بار پرسیده بود وکیلم، باید تصمیم می گرفتم، مردد بودم. دستتون رو گرفتم، همه منتظر بودن و من دو دل. دستم رو فشار دادین، به خدا بابا دستم رو فشار دادین. گفتم با اجازه پدرم، بله. من بدون اجازه شما آب نخوردم بابا. سلام. سلام. ماشین بابا رو تو آوردی بیرون؟ آره بردم سرویس. واسه چی؟ فردا باید بریم تهران. دیشب با بابات کلی حرف زدم. چه حرفی؟ خیلی حرفا. حرفو کشید به قرارش. دوباره؟ با دکترش هم حرف زدم. به چیزی نگفت؟ امروز ندیدمش. گوهر از نظر جسمی آمادگی جراحی رو داره. یه معرفی نامه هم گرفتم. فقط میمونه تو که اگه آماده باشی فردا اول وقت راه بیفتیم تهران. باید با دکتر حرف بزنم. خب بهش زنگ بزن. شما چرا لباستون عوض کردین؟ انگار یادتون رفته من یه قراری داشتم. الان باید شما، یعنی من حق ندارم دو سه ساعت مال خودم باشم؟ این قرار چیه که همه فکر و ذکرتون شده اون؟ تو 4 سال پیش غروب یه روز چهارشنبه با هم وعده داشتیم. اصلا نمیدونم الان هست نیست. حاجی پلاکا عوض شده. همین جا نگهده، همین جا نگهده. باید بیام حاجی؟ نه شما هم اینجا بمونین، من الان بر میگردم. بفرمایید.
امیر کار دارم. امیر؟ شما کی هستی؟ بگید یوسف آمد. یوسف بهادری. یا قمر بنی هاشم. زرا چیه؟ اون زنه کیه؟ دیر اومدم؟ خیلی دیر. پی امانتی اومدی؟ برای عروسی خیلی منتظرتون بودیم. تو این دنیا نبودی. میدونم. شده؟ بله. امیر کی را؟ 4 روز بعد از عروسی ما دیگه بر نگشت، نه خودش نه جسدش. سال دیر به دستت رسید. فکر کنم خیلی کوچیکه حاجی ولی نگهش داریم برای بچه تو. بابا چی میگه زهرا؟ من بار دارم مجید. چشای بسته بیدار بودم این همه سال، با گریه ها، با نفس ها،
با درد دل و زمزمه ها تو خواب پیر شدم. همه این سالا حرف زدم باهات، با لبای بسته و حنجره خاموش. نگران بودم صدامو نشنیده باشی، نگران بودم دلشوروهامو ندیده باشی، ولی حالا خیالم راحت. تو ادامه منی، ادامه مسیر من. زهرا 24 سال پیش تو جبهه قره به اسم من در اومد که همراه 30-40 نفر دیگه بریم دیدن امام. یکی واسه این دیدار مستقتر از من بود، امیر اسماعیلی، همونی که اون روز رفتیم در خونشون. داشت ازدواج میکرد و دلش میخواست خود به یه عقدش و امام بخونه. پا پس کشیدم که اون جای من بره. 10 روزی مونده بود تا به دنیا اومدن تو. نمیدونستم دختری یا پسر. یه گردنبند خریدم با یه انگشتر، دادم به امیر تا وقتی رفت دیدن امام اونا رو تبرک کنه واسه. قرار بود روز چهارشنبه برم تهران، هم به عروسی امیر برسم و هم امانتی تبرک شدم و بگیرم و بیام برسم به تولده. قسمت نبود اون روز گردنبند بهت برسه. حالا 24 سال گذشته، تبرک شده ها رو بهت دادم، مواظبشون باش که امانت بگیرم.